درود و سلام. بیننده آخر خط به گونه زنده از نور هستید. ریاست جمهوری احمد ضیاء مسعود نماینده حکومت در امور اصلاحات و حکومتداری خوب را به دلیل آنچه که کمکاری و عدم موثریت گفته می شود برکنار کرد. این موضوع واکنش احمد ضیاء مسعود را در پی داشت و در نشستی که امروز برگزار کرد گفت که به اساس تعهدات کتبی رئیس جمهور حق و قدرت برکناری او را ندارد و این کار رئیس جمهور زمینه بی‌ثباتی و جنگ داخلی را فراهم می کند. او گفت که در این مورد با او و ریاست اجرایی مشوره نشده است. احمد ضیاء مسعود افزود که اگر رئیس جمهور در این مورد تجدید نظر نکند طی روزهای آینده تصمیم نهاییش را اعلام میکند. ریاست جمهوری در واکنش به این گفته های احمد ضیاء مسعود اعلام کرد که این کار روند عادی اداری است و رئیس جمهور مطابق قانون صلاحیت عزل و نصب دارد. در همین حال ریاست اجرایی اعلام کرده که در این مورد با این نهاد مشوره نشده است. اختلافات درونی حکومت وحدت ملی چیزی است که چند روز پیش گروه بین المللی بحران نیز از آن هشدار داد و در گزارش این نهاد آمده بود که اختلافات درونی حکومت وحدت ملی در افغانستان باعث بی‌ثباتی بیشتر افغانستان شده است. این نهاد اختلافات حکومتی را ناشی از تفسیر متفاوت ریاست جمهوری و ریاست اجرایی از توافق سیاسی حکومت وحدت ملی اعلام کرد. گفتگو روی این موضوع با آقایان سید نادرشاه بهر عضو مجلس نمایندگان و عبدالمقدم امین استاد دانشگاه. سپاسگزارم از حضور و تشریف آوریدن. جناب آقای بهر، نشان دهنده چیست برکناری آقای احمد ضیاء مسعود که در پی این موضوع واکنش شدید نشان داد و گفت که رئیس جمهور حق صلاحیت برکناریش نداره به اساس تعهدات کتبی؟ بسیاری میگن که خب روند عادی اداری است و مشکلی نداره. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از شما و تقدیم احترام به همکار ما جناب استاد و شنونده ها و بیننده های محترم تلویزیونی شما. ما موضوع مورد بحث رقمی میخوایم مطرح بکنم که حکومت وحدت ملی متاسفانه از بد و تأسیس و از اون زمانی که به نام حکومت وحدت ملی شکل گرفت توأم با اختلاف نظر و روی خیلی از مسائل شکل گرفت. یعنی میخوایم اینطور بگیم که اختلافات بین رهبران حکومت وحدت ملی از امروز نبوده، از اما اول تشکیل حکومت اختلافات وجود داشته تا کنون. ولی اما اینا که توافق کردن به اساس یک توافق آمدن، انتظاری بود که به اساس توافق اختلاف نباشه. ولی انتظار مردم این بود که اگر اختلافاتی در بین رهبران حکومت وحدت ملی در دوران کمپاین اینا وجود داشت، فعلا که آمده بالا یک کشتی سوار است و همه ایشان نام حکومت وحدت ملی را یده کشیده، این مسائل حل شده میره. که متاسفانه مسائل نه تنها حل نشد بلکه هر روزی که میگذره خب شدت بیشتر میگیره و هر روزی میگذره اختلافات بیشتر شده میره و به جای حساس میرسه که از او جمله میشه گفت یکی از مسائل بسیار حساسی که فعلا رخ داده بر کناری احمد ضیاء مسعود است که توسط فرمان رئیس جمهور ای برکنار شده. ریاست جمهوری گفته روند عادی اداری است به منظور کار و اصلاحات میخوایم صحبت بکنم. بله. البته اگر چنانچه حکومت یک حکومت قانونی بر مبنای قانون و بر مبنای آرای مردم بعد از اعلام نتایج رأی‌گیری خب خود حکومت ایجاد میشد و مردم هم مطمئن بود که نمی حکومت به اساس رأی ما ایجاد شده و خب خود حکومت هم مطمئن بود که پشوانه مثل مردم رأی مردم داره و قانون از حکومت حمایت میکنه، ولی متاسفانه خود حکومت هم به صورت شکل گرفت که راه قانونی برای شکل گرفتن خودش وجود نداشت. وقتی که حکومت به اساس توافق شکل میگیره، او توافق هم توافق سیاسی، خب هر بند از توافق که نقض شوه مشکل خلق میکنه. هر کاری که برخلاف روحیه توافقی که قبلا صورت گرفته صورت بگیره خب حساسیت خلق میکنه.
خب این موضوع حساسیتش از این ناحیه هست و الا برکنار شدن آقای مسعود خب به عنوان یک کسی که خب مأمور دولت بودن یک روز هستن یک روز دیگر نیستن خب حساسیت چندانی را ایجاد شاید نمیکرد ای که آقای مسعود جلسه میگیرن ای که خب می برام واضح شود و پیش بسیاری هم سوال است حق برکناریش داره رئیس جمهور یا هم که نه من می اومدم سر از این مطلب خب گفتیم که حکومتی که به اساس توافق سیاسی ایجاد میشه اگر ماده از مواد توافق سیاسی نقص میشه مسلم است که در توافق سیاسی که چیزی از من میم سر از این مطلب شما متحد سیاسی رئیس جمهور در انتخابات بوده ما این بحث چی میکنیم خب اگر چنان چی خب پستی که برای آقای مسعود داده شده به در ضمن توافق نامه سیاسی ای آمده مسلم است که خب به آسانی کنار کردنش کنار زدنش کاری آسان نخواهد بود و مشکل ساز خواهد شد ولی اگر چنانچه در ضمن توافق نامه سیاسی یک چیزی نامده توافق شخصی بوده بین رئیس جمهور و بین آقای مسعود در او صورت وقتی کدام سند چیزی در بین از اینا وجود نداشته باشه برکناری و تقررش کاری چندان حساسیت برانگیز نخواهد بود میخوای میره اگر بگیر. منظور شما توافق سیاسی مو توافق بسن اسمبله باشه که باز منظور شما را داریم چیزی باز... از پوست احمد جان مسعود او نیامده و ذکر نشده احمد جان مسعود متحد سیاسی رئیس جمهور بوده و اگر توافق هم شده بین او دو تا ما همین گپ میخوایم صحبت بکنم همین که شما در مقدمه گفتین که احمد ضیا مسعود گفته که ما را نمیتونه بر کنار بکنه به خاطری که ما به اساس یک فیصله و به اساس یک نوشته خان و بساس یک توافق آمدیم یعنی حال منتظر میمانیم که بین رئیس جمهور و بین آقای مسعود چی توافقات صورت گرفته این توافقات بیرون بیده که آیا این توافقات در حدی از ارزش و اهمیت هست که رئیس جمهور دیگه این کار نمیتونه یا نیست ما منتظر میمانیم و همی گپی که ایشان زده که ما اسنادی داریم که به هیچ صورت رئیس جمهور نمیتونه ما را برکنار بکنه منتظری بیرون دادن از این اسناد هستیم که اسناد از نظر اهمیت تا چه اندازه استدلالتون چی است شما میگین که از اونجایی که حکومت وحدت ملی قانونی نیست از راه انتخابات نیامده و چیز توافقی هست بنابراین هر کاری که خلاف این توافق شوه مشکل خلق میکنه استدلال معنی که پیشتر گفتیم اگر در ضمن توافقنامه سیاسی که حکومت بر مبنای از او شکل گرفته چیزی خب آمده باشه که آقای مسعود به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور در حکومت داری خب بله برکنار کردنش خلاف مفاد توافقنامه است اگر در اونجی چیزی نامده باشه خب رئیس جمهور میتونه در صورت کدام سندی بسیار محکم دیگه بین از این دوتا نباشه یعنی توافقی که بین احمدی مسعود و رئیس جمهور شده امو وزن اعتبار توافقنامه 29 اسمبله را داره که بر اساس از او حکومت وحدت ملی شکل گرفت؟ نه به هیچ صورت او وزن و اعتبار نداره. کجا میگین که به اساس توافق اگر شده باشه؟ ما گفتیم باشه. گفتیم اگر در توافق نامه سیاسی رئیس جمهور که ریاست جمهوری که اعلام کرده روند یادی اداری است و رئیس جمهور مطابق قانون صلاحیت عزل و نصب دارد. اگر در توافق نامه سیاسی که بین ریاست اجرایه و ریاست جمهوری این موضوع گنجانده شده باشه مهم است اگر نشده باشه سیاسی بسنوی سنبله که به اساس از حکومت وحدت ملی شکل گرفت و 50-50 قدرت تقسیم شد هیچ ذکری از احمد ضیا مسعود و پوستش نیامده خب منتظر میمانیم که خود آقای مسعود چی سندی را خب از رئیس جمهور داره تا بپرسم سندی که احمد ضیا مسعود داره وزن سیاسی و اهمیت سیاسی را مثل توافقنامه 29 سنبله داره توافقنامه حکومت وحدت ملی نه داره پس به این اساس مشکلی نیست که برکناریش برکناریش گفتیم که در صورتی که همه توافقی که اینا داره ای بیرون داده شوه که از نظر اهمیت ای رو ما درک بکنیم در غیر صورت بله روان عادیش چون چه که مشاور خاص خود در بخش حقوقی آقای محمدی رو برکنار کردن و خیلی از کسای دیگر رو برکنار کردن میتونه ای رو برکنار بکنه ولی چون لحنی آقای مسعود لحنی بسیار محکمی بوده که ما را نمیتونه به اساس اسناد منتظر میمونیم تا اسنادی آقای مسعود بیرون داشت. سپاس گذارم آقای امین منتظر اسناد میمانیم. حکومت از اوجایی که توافقی است قانونی نیست هر کاری که خلاف توافق باشه مشکل خلق میکنه.
به نام خداوند بزرگ، عرض ادب خدمت جناب مجلسی به شما و بینندگان محترم. واقعا قضایای افغانستان هر پهلویش که ما ورق بزنیم بسیار پیچیده و جنجال برانگیز است. یعنی به یک نقطه ای که همه ما و شما را قناعت بده نمی رسیم. خب در نظام های قانونمند، نظام هایی که بر مبنای ارزش های ملی شکل گرفته باشه و نظام هایی که برای توسعه سیاسی کار میکنه و نظام هایی که بدون تعصب فعالیت میکنن، در همچنین نظام های عزل و به اصطلاح مجازات و مکافات، تغییر و تبدیل میتونه یک اصل حقوقی و یک اصل به اصطلاح قانونی باشه. در این باره هیچ نوع مشکلی ما نداریم و شما میبینید که در زمانی که انتخابات به انحراف کشانده شد، وضعیت کاملا دگرگون شد و ما شما وارد یک صفحه جدیدی از ساختارهای سیاسی شدیم و نهایتاً برای تشکیل نظام، برای فعالیت‌های سیاسی و نهایتاً تحت نام حکومت وحدت ملی یک توافقنامه امضا شد. ولی به هر حالت توافقنامه و در مجموع حکومت وحدت ملی در ماهیت مشکل داره. اگر ما اساس و بنیاد این نظام مورد مطالعه قرار بدیم، ای به اساس اگر یک ائتلاف با وجود می آمد در ساختار سیاسی اینا به یک توافق می رسیدن بر مبنای ارزش های ملی و منافع ملی، چی در عرصه ملی و چی در عرصه بین المللی. می تونیم بگیم که یک ائتلاف در میان دو جبهه بزرگ یا به اصطلاح دو تنظیمی بزرگ و به هر حالت به هر نامی که برش می‌ذاریم، شیوه های رسیدن به قدرت از لحاظ ائتلاف ائتلافی مشخص است. اگر حکومت وحدت ملی بگیم، چیزی که صدق نمیکنه در این نظام حکومت وحدت ملی است. اینمی اصطلاح بر همچی یک نظامی قطعا صدق نمیکنه، نظامی که نه بر مبنای ارزش های ملی شکل گرفته، نه به اصطلاح مصلحت های جامعه را در نظر گرفته و نه در آجنداش مردم و ملت مظلوم افغانستان قرار داشته. ما به این نظر هستم که او را بعد در او اگر این چیزها صدق میکرد، بله ما میتونستیم بگیم که حکومتی وحدت ملی. حالا ما پلوهاش صحبت نمیکنیم، به همه مشخص است. ولی ما به این نظر هستم که دو طرزی فکر و نهایتاً دو گرایشی در حوزه سیاسی که بر مبنای مافیای قدرت شکل گرفته است، به این معنا که قطعا بحثی آجندای ملی، ارزش‌های ملی، منافع ملی اصلا در بحث در تشکیل و یا در ساختار حکومت وحدت ملی به چشم نمی‌خورد. اگر ما مبنا قانون اساسی را قرار بدیم، ما نه پارلمانی داریم، نه ریاست جمهوری داریم و نه ساختار سیاسی ما برای فعلا به عنوان یک ساختار حقوقی بتانه جوابگوی نیازمندی های همه مردم ما چی در داخل و چی در بیرون باشه، حتی در مناسبات بین المللی. چون که قانون اساسی در سطوح بالا نقض میشه، حالا پایان میگذاریم، قانون اساسی را معاونین رئیس جمهور، خود رئیس جمهور، ریاست اجرائیه، پارلمان در مجموع در ماورای قانون اساسی زندگی میکنن. پس ما بین ملاک اساسی همون توافقنامه سیاسی را که باری حقوقی داره با فشار جامعه ملل، سازمان ملل متحد، خصوصا ایالات متحده آمریکا شکل گرفته است که میتونه این باری حقوقی داشته باشه. به این معنا که اونمو توافقنامه سیاسی بندی از او باید در مراحل مختلف تحقق پیدا میکرد و جایگاه خود شخصیت هایی که مطرح بودند در دو طرف قدرت، جایگاه هر کدامش حدوداً مشخص کرده برای ساختار سیاسی و رفتن به ارزش‌های ملی در توافقنامه سیاسی شکل گرفته. توافقنامه سیاسی عملی نشده. ریاست جمهوری هیچ باوری به توافقنامه سیاسی بلی نداره. به اساس توافقنامه سیاسی که باید تا این حال که 2.5 سال نزدیک به 3 سال از حکومت میگذره، باید تکلیف ریاست اجرایی واضح میشد، جرگه قانون اساسی خوانده میشد. من خدمت عرض کردم که ما فاقد نظام هستیم. یعنی اگر ما به مو شکل عامیانه صحبت کنیم، یعنی خدا اینمی وضعیت نگاه میکنه، وگرنه ما نه قانون بالای ما حاکم است، نه ما در یک خلای مدیریتی کلی قرار داریم. یکی چیکی قسمی الان ما زندگی میکنیم یک بحث جداست. ولی به هر صورت ما شما شاهد هستیم که افغانستان در سراسر کشور جنگ است و ما جناب مسعود سیبم که حالا از هر به هر شیوهی که آمده از قدرت کنار، حالا
چه دلایل را میتونه ریاست جمهوری را بکنه. داخل من میخوام امیر واضح شود ریاست جمهوری که گفته روند عادی اداری است و رئیس جمهور بر اساس قانون حق عزل و نصب داره، اما آقای مسعود گفته که بر اساس توافقاتی که داره با رئیس جمهور حق برکناریش و صلاحیتش نداره. ما از لحاظ قانونی و حقوقی نظام حدوداً خدمتتون تعریف کردم. در رابطه با تعهدنامه‌ای که جناب وکیل سیبان گفت، اگر توافقنامه کتبی که میان رئیس جمهور و به اصطلاح جناب احمد ضیاء مسعود امضا شده باشه، حالا بالای از اونم میتونیم بحث کنیم، ولی ما به این نظر هستم که بله، نظام نظام مصلحتی است. یعنی به صورت قطع هیچ کدام سران نظام به اساس قانون اساسی جایگاه خود تعریف نکردن. ما به صراحت از زبان رئیس جمهور دقایق قبل از آمدن من از پرده تلویزیون دیدم که رئیس جمهور با صدای خودش دست معاون اول و معاون خود گرفته و بلند کرده، گفته که ما بعد از این مثلث نیستیم، با آمدن احمد ضیاء مسعود مربع هستیم برای توسعه سیاسی و برای رفاه جامعه. بحث اگر ما از قانونی بحث کنیم، نه ریاست جمهوری صلاحیتی از زیر داره، نه جناب احمد ضیاء مسعود کدام کاری تاثیرگذاری در جامعه انجام داده که حالا ما از شکاری های از او تقدیر کنیم، چی در گذشته و چی در حال فعلی. ولی در شرایط کنونی شما میبینید معاونیت اولی ریاست جمهوری به صراحت اعلان کرد که برکناری احمد ضیاء مسعود ما را به بحران میبره. یک. دوم، ریاست اجرایی به صراحت اعلان خود اون نهاد هم که باشیه رفته. بله. ریاست اجرایی اعلان کرد که با ما مشوره نشده و ما از این موضوع آگاهی نداریم. پارلمان کشور اعلان کرد که ریاست جمهوری باید با دلایل روشن این وضعیت را توضیح بده و وضاحت بده که به کجا میره. امین خب من دانستم منظورتون رو گرفتم. میگن نظام مصلحتی است، هیچ نهادی بله. حتی ریاست جمهوری به اساس قانون اساسی نه. اگر بحثی ببینید، اگر بحث ملت است، اگر بحث توسعه سیاسی است، اگر بحث رفتن از کنار رفتن دور شدن از بحران است، معاونیت اول، معاونیت دوم، رئیس شورای اجرایی و در مجموع رئیس مشاور امنیت ملی، اینا 7 الی 8 نفر کسایی هستند که در رأس قدرت قرار دارند. اینها باید پیرامون موضوع ابعاد یزی را باید مورد مطالعه قرار میدن، اکسل عمل موضوع را باید پیش از پیش اینا پیش خود میداشتن و در یک روشنایی کامل حتی میتونستن که قبلا قناعت بدن. حالا بخوایم به حیثیتی از این لطمه وارد شده، هدف ما که چرا رئیس جمهور بلای فعلا بر مبنای قانونی اساسی رئیس جمهور نیست. خب استدلالش یعنی برای استدلال برای هر کس استدلال میکنه. ببینید خب ما اونا که قانون اساسی را ما اولا در رابطه با احمد ضیاء مسعود خدمتتون عرض کنم که یعنی حرفی ما طرفداری با کسی نیست. احمد ضیاء مسعود چی در دوران معاونیت ریاست جمهوری، چی در دوران به عنوان نماینده خاص ریاست جمهوری در امور دولتداری، خوب هیچ نوع تأثیری مثبتی در افکار عامه نداشته. کاملا نه به برنامه آقای دکتر عبدالله ای به اصطلاح اماهنگ بود و نه به برنامه های رئیس جمهور، یعنی کاملا مستقلانه عمل میکرد و تحریک میکند مردم هایی رفتن به یک مکانیزمی جدیدی و در برابر دولت هم قرار داشت. فکر کنیم که او جدا با یک سلیقه خودش یک حکومت جدا ساخته بود. اگر ما بله او اگر او او را مبنا قرار بدیم، بله در این صورت رئیس جمهور هم مقدر و رئیس اجرایی هم مقدر که خب تو مثلا از کدام آدرس میای مردم هم منسجم میکنی و در برابر دولت تحریک میکنی. یعنی به صورت قد نشان میده که اختلافات در سطوح رهبری به سطح بسیار بالایش است. اینها نه به قانون احترام دارن، نه به افکار عامه احترام دارن، اینا نه به ارزش‌های ملی احترام دارن. شما میگین هر یک کدام به سلیقه خودش کار میکنه. از اونجایی که حکومت مصلحتی است و بر اساس توافق سیاسی آمده، ملاک توافق سیاسی باشه و بله، بند و عملی شه. مصلحت جامعه و ملاک میگین که حق برکناری احمد ضیاء مسعود رئیس جمهور نداره. قطعاً دستورتی میتونه داشته باشه، دستورتی میتونه داشته باشه که میتونه که با دکتر عبدالله مشوره کنه، با آقای اکتمر مشوره کنه، با معاونت اول و دومش مشورت کنه و هم از ضیاء مسعود بخواد در اونجا برش تفهیم کنه که تو واقعا در همین پست در همین چوکی مؤثر نیستی و جایگاهش یا خلق قدرتش میستاخ یا به هر صورت خب. یک در یک هماهنگی به وجود میاد. خب این حرکت های رئیس جمهوری یک حرکت استبدادی ما باید بتونیم بگیم. چرا برای فعلا الان درست قبل شما ببینید درست قبل
آقای امرالله صالح در یک پوستی کلان دولتی معرفی میشه، با تعقیب از یک مهره دیگه از بدنه دولت جدا میشه. اینها بازی هایی است که دیگرا بازی میکنن، حتی شاید سلیقه رئیس جمهور هم نباشه. او تیمی که در اطراف رئیس جمهور کار میکنه، تیمی که در اطراف رئیس اجرائیه کار میکنه، یعنی به صورت قدم خدمتتون عرض میکنم که بحث منافع ملی و ارزش های ملی مطرح نیست. شما در اگر ما گذشته همین دو سال و دو نیم سال حکومت مورد بررسی قرار بدیم، نهایتا به یک مشکلی برمیخوریم که ما فاقد یک اقتدار ملی و فاقد یک نظام سیاسی در کشور هستیم. خب این کار برای چی است؟ وقتی شما میگین راه درست چی بود که به توافق سیاسی عمل میشد و اگر این کار هم شده بود باید با مشوره ریاست اجرایی میشد، حکومت باید مشوره میکرد. خب برای چی این کار میشه؟ نشان دهنده چی است؟ ریاست جمهوری و رئیس جمهور به توافق سیاسی باور نداره؟ باور بسیاری است که بله باور نداره، اصلا هیچ گاهی هم رئیس جمهور تا این حال از توافق سیاسی نام نبرده. ریاست اجرایی هم که صلاحیت لازمه نداره به اساس توافق سیاسی. خدمتتون عرض کنم که من واقعا به رئیس جمهور احترام دارم، به عنوان که مردم تا حدودی برای از رأی دادن، برای فعلا اولوالامر اینمی جامعه هستند، ما به شخصیتشان احترام داریم. اما میگن که در بحث سیاسی رأی مردم تعیین کننده نبوده. در بحث سیاسی که اومدیم، حالا یک تعدادی رأی دادن یا خوب یا خیر، در بحث سیاسی بیم، اولا رئیس جمهور واقعا مریض است، واقعا مریض است، حلقات بخصوصی در اطرافش از ذهنیت یزیره به انحراف بکشانند، قوه تحلیلش کاملا ضعیف شده. گاهی اینمی برنامه هاش شما از لحن صحبتاش ببینین که صبح یک نوع موقف گیری در برابر یک قضایای ملی و بین الملل میکنه و بیگه یک قسم دیگری موقف گیری میکنه. ما این مشکل داریم. و بعد برگردیم معاونت اول، اونم از لحاظ سواد با مشکل مواجه است، هم از لحاظ مریضی در کهولت سن قرار داره. معاونت دوم ریاست جمهوری کاملا صلاحیتی نه قانونیش در اختیارش است و نه صلاحیت حقوقیش در اختیارش است. و بعد ریاست اجرائیه که به اصطلاح 50% قدرت به نوی در اختیار داره، او با سلیقه ها و تیمای خودش مصروف است. یعنی به صورت قطع ما براتون بگیم که هنوز هم فشار و فشار جامعه جهانی و خصوصا ایالات متحده آمریکا است که به نوی به اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور ما شما مدیریت میکنه و تسلط داره. با این کارش ریاست جمهوری در پی چی است؟ با این کارش خب بر خدمتتون عرض کردم که حلقات مختلفی در اطراف وجود داره. یک چیزی دیگر اگر ما بخوام کمتر وضاحت میدم، ولی جریان در حالت همین وضعیت در حالت تغییر است. برای آماده ساختن برای یک حکومت موقت، برای یک نظام جدید، برای رفتن برای یک تشکل جدید که در ایالات متحده آمریکا هم هماهنگ است، یک بدنه این ملت و این سازگار حرکت میکنه و نهایتا نسل جوان در اینجا کار میکنه. آهسته آهسته خیلی کسا موره هایی که مطرح هستن کنار میروان از قدرت. سپاسگزارم آقای بهر. از اونجایی که نظام مصلحتی است، رئیس جمهور حق برکناری نداره و اگر این کارم شده بود در مشوره با ریاست اجرایی میشد. خب برای چه توافق خصوصی عمل نمیشه؟ رئیس جمهور با چه اساسی و با استناد به چی کار میکنه؟ البته اینطوری که توافقنامه سیاسی روش هیچ عمل نشده باشه که هم گپی خیلی رسا نیستن دیگه. توافقنامه بر اساس توافق سیاسی که باید تکلیف ریاست اجرایی واضح میشد، باید جرگه قانون اساسی باید فرا خوانده میشد، نظام تعدیل میشد، این کارا نشده. 3 سال از عمر نظام میگذره. سهسته البته انتخابات هم که نیامد. این که ریاست اجرایی ایجاد شد بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد شد، خب یک ناگزیری بوده دیگه. بله دیگه، اما بقیه کارها خود باید حکومت جمعاً بر اساس ناگزیری. خب اونایی که از وضعیت انتقاد دارن آقای بر میگن که خب ریاست اجرایی جا شد اما چی نداره، اما جایگاه حقوقی لازم نداره و لوی جرگم که فراخوانده نشد و قانون هم تعدیل نشد، همین حالا هم انتقاد میشه که همه صلاحیت ها در ریاست جمهوری متمرکز است، صلاحیت اجرایی نداره، ریاست اجرایی صلاحیت مالی نداره، هیچی نداره. ما تایید میکنیم که توافقنامه سیاسی که با وجود آمد که اولین گامی را که برداشته میشد اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات، تدویر لوی جرگه و تعدیل قانون اساسی، تغییر نظام، اینا اجرا نشدن. قسمتی از توافقنامه که ایجاد ریاست اجرایی باشد، تقسیم قدرت خب به صورت 50-50 باشد، اینا در همین روزهای اول به وجود آمد. منتها گامهای مؤثری دیگه ای که برداشته می شود متاسفانه برداشته نشد که از این تعبیرهای زیادی و تحلیلهای زیادی صورت می تانه بگیره و یکی از او تعبیرهایی هست که
میگه همونطوری که جناب استادم گفتن، خب حکومت به طرف تمرکزگرایی به پیش میرن و خیلی از کسا و خیلی از شخصیتایی که خب از نظر قانونی مثل معاون اول و مثل احمد ضیا مسعود اینا باید در تصمیم گیری های حکومت شریک و سهیم می بود، اینا کم کم کنار زده میشه. این موضع گیری ها و تحلیل ها فعلا در بین صاحب نظر ها وجود داره. از طرف دیگه جانب دیگه قضیه را هم باید آدم نادیده نگیره و او یکی خب تا چی اندازه جناب آقای احمد ضیا مسعود به وظیفه‌ای که در روز اول به نام نماینده خاص در جهت حکومتداری خوب اینا عمل کردن، این چیزش هم قابل بحث است که آیا این به این وظیفه عمل شدن نشدن، آیا آقای مسعود خب با صحبت‌هایی که در اواخر خصوصا داشت با روحیه حکومتداری خب سازگاری داشت یا نداشت. حتی در سفرهایی که جناب آقای مسعود در خیلی از جاها داشت، خیلی از صحبتهایی را که با امو دوستا و هوادارای خود میکرد، خودش عملا خود از بدنه حکومت جدا کرده بود و صحبتی را که میکرد صحبتش صحبتی خب بودن که با روحی حکومتداری سازگاری چندانی نداشتن. یعنی گام اول جناب آقای مسعود برداشته و گام دوم رئیس جمهور برداشته که ایشان هم دوش نموده است. خب هرچی شده اگر موثریت داشته نداشته بالای ما نمی بحث بکنیم. اصل بحث یا جنجالیست که او گفته صلاحیت برکناری او رئیس جمهور نداره. شما پیشتر استدلال کردین و گفتین که نداره برای که حکومت توافقی است و مصلحتی است. ما شاید گم به صورت سی نتونستیم تفهیم بکنیم. ما یک توافقنامه سیاسی را در کشور خیلی مهم میدانیم که امو توافقنامه سیاسی بین رئیس جمهور و ریاست اجرائیه بوده. اما غیر از توافقاتش اشخاص با رئیس جمهور اونا دیگه او اهمیتی باید و شاید را که توافقنامه سیاسی داره او خب نداشته و نخواهد داشت. اما شما بیشتر گفتین منتظر توافقات میمونیم تا توافقات بله. بیرون پیدا بکنه. چون خب آقای مسعود خودش گفته که مرا به اساس اسنادی که در دست داریم نمیتونه از وظیفه ما بیرون بکنه. گفتیم منتظر از این میمانیم که آقای مسعود اسنادی که بین از او رئیس جمهور است او را بیرون بیدن که آیا از نظر حقوقی رئیس جمهور حق از این را داره که ایشان خب به سبک دوش بسازه یا خب. اما شما میگن توافقات با اشخاص فرق میکنه با توافق حکومت وحدت ملی، توافق بله. بسونه ایسان بله. بله. خب بله صورتش چگونه است باید بیرون داده شود که اعتبار لازم حقوقی را داشته باشه تا جمهور نتونه برکنار بکنه؟ یک از جمله مسائلی که احتمالاً وجود داشته باشه این هست که متاسفانه همونطوری که استادم گفتن حکومتی که ایجاد شده حکومت به اساس و بر مبنای قوانین نافذه کشور ایجاد نشده. حکومت حکومت مصلحتی است، حکومتی است که باید اقوام در او خود ببینه. آقای مسعود از جمله کسایی بود که به عنوان کسی که میتونه از یک قسمت اقوام ساکن در افغانستان نمایندگی بکنه رفته. اگر چنانچه همچون مسائلی وجود داشته باشه بین رئیس جمهور و بین خب آقای مسعود که ای به حیث نماینده از یک قسمت از اقوام ساکن در افغانستان آمده و ایج وقتی ایرا کس نمیتونه حتی خود رئیس جمهور هم نمیتونه ایرا سبک دوش بسازه، اگر در متن از او چیزایی به ایرا خمی آمده باشد چون حکومت حکومت مصلحتی هست، خب شاید از نظر حقوقی نمیفهم چقدر جایگاه خود داره یا نداره، ولی چون پیش از وقت است ما نمیفهمیم که چقدر توافقنامه بین آقای مسعود و رئیس جمهور اهمیت حقوقی دارد. نظر دادن دهی فکر میکنیم خب. چندان اما یک چیزی که اتفاق نظر وجود داره ایست که اختلافات خیلی جدی هست در حکومت وحدت ملی و آسیب رسانده. این اختلافات چقدر آسیب رسانده و چقدر خطرناک است؟ بسیار سوال درستی کردین. همونطوری که خیلی وقتا صاحب نظرها کسایی که واقعا دلشان به افغانستان میسوزه، از داخل افغانستان، از نخبگان سیاسی افغانستان بارهای فریاد برآوردن که خب اختلافات سیاسی بین نخبگان سیاسی و رهبران حکومت وحدت ملی از هر چیز دیگر خطر بیشتر داره، به خاطر از اینکه اگر ما
خب با القاعده و طالبان و خب داعش روبرو هستیم، خب او فروپاشی سیاسی را نمیتونه به دنبال داشته باشه. یک روز اگر یک جای خب اونا از پیش حکومت میگیره، روز دیگر حکومت میتونه توانمندیش ایجاب میکنه که او را از پیش از اونا پس بگیرن. ولی اختلافات سیاسی خصوصا در بین رئیس جمهور و رئیس اجرایه خطرات دیگه را محتمل میسازه. او خطرات عبارت است از سقوط سیاسی، که سقوط سیاسی بدترین چیزی است که خب متصور است. بله، چنانچه اختلافات سیاسی تا کنون بدترین نقشه در افغانستان داشته، در عرصه های مختلف، عرصه سیاسی، عرصه اجتماعی، عرصه اقتصادی، خب فعلا هم این اختلافات هرچی که دامن زده شود به ضرر مردم افغانستان است و آسیب ها و صدمه های زیادی را در ابعاد مختلف به مردم افغانستان خب میتونه برسه. اینمی اختلافات برای چی هست؟ چند روز پیش گروه بین المللی بحران گزارش داشت و گفت که ناشی از تفسیرهای متفاوت از توافقنامه سیاسی است. شما هم که میگن توافقنامه سیاسی حکومت وحدت ملی کنار گذاشته شده و او استناد نمیشه، خب این وضعیت راه به کجا میبره؟ بله، چون در افغانستان یک نوع نگاه غیرپروری وجود داره. صاحب نظرهای افغانستان که هرچی هم صحبت بکنن، از اینکه اختلافاتی در بین رهبران خطر بسیار جدی هست انعکاسش کم است، ولی وقتی که مؤسسه بحران بین المللی یک گپ انعکاس میدن او زیاد انعکاس پیدا میکنه. بله، اینا از یک جهت اهمیت خود هم داره، مبدی به این که اختلافات سیاسی بین رهبران تا او اندازه پیش رفتن که حتی خب مؤسسه بحران بین المللی هم در این اشاره میکنه و میگه که این اختلافات برخواسته است از نوع نگاه و نوع باورهای رهبران حکومت وحدت ملی. خب وقت انعکاس هم پیدا میکنه و روی از این تفسیرهای زیاد هم میشه. بله، این وضعیت یا این تفسیره را خیلی صاحب نظرها از دیر در داخل افغانستان هم داشته که نوع نگاه تفاوت میکنه. نوع نگاه نسبت به مسائل سیاسی متفاوت است. خب نوع نگاه برای چه از وقت توافقنامه سیاسی آمده تکلیف هم روشن کرده، گفته صلاحیت هم مشخص، خب قدرت هم تقسیم پنجام اینجا. امروز که ریاست اجرایی هم میناله که صلاحیت لازم نداره، صلاحیت اجرایی نداره، مالی نداره. مونیت اول ریاست جمهوری هم که اونه وزش چگونه هست هم میدانن. خب متهم این وضعیت کی هست؟ اگر ریاست جمهوری است چنانچه شما پیشتر اشاره کردین که طرف تمرکز قدرت میره، خب هدف اینا چی است؟ چی میخوان به دست بیارن؟ بسیار روشن مشخص است که چی میخواد به دست بیارن. چون از اول تشکیل حکومت وحدت ملی تا کنون تفاوت هایی که وجود داشته خیلی ها خب به این موضوع پیشبین است که خب طرز برخورد سران حکومت خصوصا رئیس صاحب جمهور بیشتر کوشش میکنه که حکومت به یک دست اداره بکنن، حکومت از حالت خب از این که با مشوره نخبگان سیاسی و با مشوره کسایی که حق دارن نظریات سیاسی خود شریک بسازن، بدون مشوره از اونا حکومت در اختیار خود بگیرن و بتانن خب با اداره کردن یک دست وضعیت افغانستان به اساس برداشتی که خودشان داره وضعیت افغانستان به صورت درستتر خب رهبری و مدیریت بکنن. در حالی که تجربه ای که در این مدت به دست آمده نه تنها خب یک دستی حکومت یا رفتن به طرف تمرکزگرایی نه تنها وضعیت خوب میکنه بلکه وضعیت بدتر هم کرده. خب امیدوار هستیم که رهبران حکومت وحدت ملی کوشش بکند بیشتر از این از مردم افغانستان با اختلاف هایی که دارن قربانی نگیرن، به خاطر از این که هرچی حکومت خب متمرکزتر بسازن، هرچی هم شخصیت ها از این حکومت فاصله بیشتر بگیرن به ضرر مردم افغانستان و در نتیجه به ضرر خودشون. و باور داریم که خلاف روحیه توافقنامه سیاسی است و اساس هم توافقنامه سیاسی میدونیم که باید عمل شود. بله، به ارتباط توافقنامه سیاسی در خصوص ریاست اجرایی هر کوتاهی که صورت میگیره برخلاف توافقنامه سیاسی است و با خیر مردم افغانستان نیست. سپاسگزارم.
تکراری میکنه نهاد ریاست جمهوری و شخص رئیس جمهور در حالی که به ضرر مردم افغانستان است و خلاف توافقنامه سیاسی است. خب تا این حال که 3 سال از عمر حکومت میگذره ما همین وضعیت شاهد هستیم و با بار آقای بهر که خطر سقوط سیاسی میره، پیامد این وضعیت چه است؟ وضعیتی که در افغانستان است خودش وزاره تعریف میکنه، یعنی ما از لحاظ امنیتی اگر در حوزه امنیتی بخوایم صحبت بکنیم، سراسر کشور در تهدیدات بزرگ امنیتی قرار گرفته. هیچ کشوری، هیچ ولسوالی، هیچ قریه، حتی هیچ خانه در امان نیست. نه شهرها در امان است و نه خانه ها در امان است. از لحاظ اقتصادی اگر بگیم، شما میبینین که با بند شدن یک هفته تورخم وضعیت اقتصادی در کشور حتی در مواد اولیه تا میبینین که چقدر تاثیرات منفی داشت. اگر در بحث مواد مخدر که ما تعهداتی با جامعه جهانی داشتیم، ببینیم پول های بسیار انگفتی در رابطه با مبارزه با قاچاق، مبارزه با مواد مخدر ما دریافت کردیم، ولی گراف مواد مخدر روز به روز زیاد شد. تعهداتی را که ما در جلسات بزرگ جهانی در رابطه با وضعیت کنونی افغانستان دادیم، در رابطه با مبارزه با فساد اداری، شما ببینین حکومت داری خوب و ده ها موارد دیگر بس. هیچ کدامی از این نتونست که این هیچ دستاوردی دولت افغانستان در راستا نداره. ولی اگر ما بار دیگر هم اگر واقعیت های جامعه را برملا بسازیم، به این معنا که ما مخالف دولت هستیم. حالا شما در همین اصابت یا بم هوایی ایالات متحده آمریکا در یک گوشه افغانستان، بعد میبینیم که داودی حساس و آقای زاخلوال تقریبا شبیه هم موقف گیری کردن در رابطه با استعمال این بم، و بعد داودی حساس سبک دوش میشه و نهایتا زاخلوال در جای خودش باقی میمانه. یا پولهایی که متعلق به بازماندگان شهدای اردوی ملی است، قرار گزارشاتی که داده شده ای به خانواده طالبان توزیع میشه، خب خیلی مطبوعاتی شد و در آخرین تحلیل والی قندس به صراحت اعلان کرد که دستور رئیس جمهور بود و ما از دستور رئیس جمهور نمیتونیم مخالفت کنیم. هدف میست که این پراگندگویی ها و این تناقضگویی ها و این تفاوت دیدگاه در ساختار، در چگونگی وضعیت کنونی، در شناخت دوست و دشمن، در سطوح بالای دولتی، فقط این وضعیت تعریف میکنه که ما در یک خلای مدیریتی و در یک خلای قانونی قرار داریم. خب با باید در بر که خطر سقوط سیاسی میره، فعلا خطر سقوط سیاسی خطر سقوطش کمتر است، به این معنا که هنوز وضعیت کنونی افغانستان در مدیریت جامعه جهانی و خصوصا در مدیریت ایالات متحده آمریکا است. به همین وضعیت تا حدودی نگاه میکنه دولت ها و هم نمیگذاره که با این وضعیت که ضرر کی میکنه، کاملا ضرر میکنه. اولا ببینیم ما از لحاظ اقتصادی و از لحاظ سیاسی و از لحاظ امنیتی، یعنی 99% وابسته به کشورهای بیرونی هستیم، یعنی ما نمیتونیم استقلالیت سیاسی و استقلالیت اقتصادی داشته باشیم. پس ما از لحاظ امنیتی هم باید از دیگران باید دستور بگیریم، یعنی به صورت قطع ما این استقلالیت نداریم که بیم اوضاع امنیتی را تعریف بکنیم یا در خطوط مقدم جبهه یا پیشروی کنیم یا عقب بریم. ما قبلا هم خدمتتان عرض کردم که ما برنامه های دیگران را سپورت میکنیم و مطابق برنامه های دیگران حرکت میکنیم، ولی از لحاظ سقوط دولت در حالت سقوط است. بله من موافق هستم با جناب صحبت های جناب وکیل، اما میگن خطر سقوط سیاسی، ولی نمیگذارن که سقوط کنه. این به دست اگر به دست ما باشه این لحظه سقوط است. شما حرکت های دشمن ببینید، ما آمدیم یک وزارت چندین حصار براش ایجاد کردیم، موانع ها براش ایجاد کردیم، ولی دشمن از دروازه خیلی براحتی وارد میشه، هر کاری که انجام میدن. این مصارف گزاف و چهره شهر ببینید دیگه ببینید، یعنی قطعا ما اطلاعاتی دستی اول در اختیار نداریم و قطعا ما به اصطلاح بر مبنای آجندای ملی، بر مبنای منافع ملی تصمیم نمیگیریم. اینها باعث میشه که ما نتونیم قطعا از قضایای ملی و بین المللی آگاهی پیدا کنیم. یعنی اگر بازم بحث شکست یا بحث سقوط دولت مطرح کنیم، دولت برای فعلا بعد از نماز دیگر
در اکثریت ولایات اینا نه از ولسوالیاشون بیرون شده میتونن، نه در شوراها میتونن بروان، نه در خانه هاشون میتونن زندگی کنن. یعنی کلا یک دیگرگونی کلی از لحاظ امنیتی در سراسر کشور وجود داره. اما قوت های نظامی بخوایم نخواهیم در حاشیه این نظام که ما به عنوان حکومت وحدت ملی داریم، نظامی ثانی دیگر وجود داره که وضعیت کنترل میکنه، بناوی نمیگذاره که را سقوط بکنه. ولی در صحبت های اولی خدمتتون عرض کردم که بله، امریکایی ها و اداره جدید ایالات متحده آمریکا در صدد تغییر نظام به شکل مسالمت آمیز است، نه به شکل خشونت. دید و دیده های زیادی وجود داره، شاید آقای اتمر هم در این پروسه کاملا شریک باشند. خب اما که در مسکو صورت گرفته رسانه‌ای نشده. بله، یعنی ما هم با دلایل روشن نمیتونم خدمت کنم. اوضاع طوری وانمود میکنه که همه مکمستر هم که صحبتاش پای صحبتاش مطبوعات قرار داشت، از لحن صحبتاش هم تغییر مطرح میشد در اوضاع سیاسی، در اصلاحات، در وضعیت امنیتی. دونالد ترامپ هم همین صحبت ها را در نشستی که با سرمنشی عمومی ناتو داشت به صراحت اعلان کرد که ما خواهان تغییر در سیستم جنگ و شیوه جنگ در افغانستان هستیم. یعنی دیدو و امی تغییر تبدیل هایی را که شما نشست هایی که شما میگین که در داخل تغییر سیاسی بیاید، یک حکومت جدید بیاید. ما به نظر هستم که رفتن برای یک حکومت موقت متصویر هست. یعنی ما نمیتونیم که کلن ایره با وضاحت بگیم، ولی آنقدر وضعیت کنون طوری میتونیم تحلیل بکنیم که متصویر است رفتن برای یک حکومت موقت، یک گذار از این وضعیت به یک وضعیت جدید و زمینه را برای یک انتخابات با قاعده وسیع شکل بدن. شاید یک بدنه طالبان در انتخابات بعدی شرکت داشته باشه و یک بدنه از مجاهدین و غربی ها و در مجموع از گروه های فشار و شخصیت هایی که مطرح هستند در حکومت بعدی به نوی شریک باشه و نوی حکومت و شیوه حکومت فرق بکنه. سپاسگزارم آقای بر. خب حکومت در حال سقوط است، اما جامعه جهانی به ویژه آمریکا نمیگذاره که سقوط سیاسی پیش بیاید. شما گفتین که خطر سقوط سیاسی میره و وضعیت چنان است که متصور است که یک حکومت موقت بیاید و یک تغییر بیاید. به تصحیح جنبندی شما میخوای میره بگیم که ما بله در صورت دوام اختلافات سیاسی که متاسفانه دوام پیدا کردن و شدیدتر هم شدن، اگر این اختلافات سیاسی به صورت درست مدیریت نشوه و ازش کاسته نشوه، احتمال سقوط سیاسی وجود داره. و ای که جناب استاد گفتن که بله آمریکا نمیگذاره، در حال سقوط است، نیروهای همکار یا کشور همکار و حمایت کننده افغانستان نمیگذارد تا سقوط سیاسی با وجود بیان، این هم دور از واقعیت نیست. به ارتباط از این که احتمال از این که وضعیت برن به طرف ایجاد یک حکومت موقت، ما چیزی را حداقل تا کنون مشاهده نکردیم و چیزی را در این ارتباط به صورت درست نداریم. حکومت موقت معمولا در زمانی باید ایجاد شوند که حکومت فعلی اما آخرین نفس های خود بکشن و وضعیت بحرانی شوند و وضعیت بحرانی ایجاب ازی رو بکنن که خب یک حکومت موقت ایجاد شوه و در سایه حکومت موقت زمینه برای انتخابات فراهم شود تا یک انتخابات خب به صورت سرطان باور شما چی هست؟ وضعیت چگونه هست؟ دو سال دیگه هم حکومت با این وضعیت میگذرانه؟ اختلافات سی ام که اونا همه میدونن داوجش است. بله، ما فکر میکنیم که دو سال دیگه، البته دو سال هم کمتر شاید مانده باشد، در دو سالی که پیش رو هست حکومت دوام خواهد آورد در حالی که با توافقاتی که شده عمل بله، نمیشه. توافقات بله. سیاسی با همه ریاست اجرایی هم وضعی نمیشه و انتخابات هم نخواهد با همه تخلفاتی که به ارتباط توافقنامه سیاسی صورت گرفته، با همه تمرکزگرایی هایی که به حکومت فعلی دیده میشه، با همه ناامنی هایی که فعلا در افغانستان دیده میشه، با همه وضعیت بد اقتصادی که ما داریم، حکومت تا دو سال یا کمتر از دو سالی که وقتش باقی مانده دوام خواهد پیدا کرد و خیلی از کارهایی که فعلا صورت میگیره یا تمرکزگرایی یا چیزهای دیگه به هر تعبیری که یاد بکنیم، اینا به خاطر زمینه سازی برای انتخابات آینده ریاست جمهوری است تا
خب تیم حاکم فعلی بعد از تصفیه حساب با خیلی از شخصیت های چالشگر خب مبارزه بکنه، اونا از صحنه سیاسی حذف بکنه تا زمینه برای انتخابات بعدی برایشان مساعد بیشتر شد. در حالی که توافقنامه سیاسی هم عمل نمیشه و متو بلا تکلیف میمونه. البته به صورت نیمبن یک قسمتش که عمل شده، بعضی های دیگه ایش را هم اگر چنانچه انتخاباتی اولیسی جرگه تصور این که لوی جرگه فراخوانده شده و تکلیف ریاست اجرایی واضح شوه و نمیفهم مقام صدارت تصویب شوه، این کارها به باور بسیاری خیلی دور است. یکی از مسائل بسیار مهمی که فعلا مردم افغانستان خب از او سراغ داره و حتی دیدین که جامعه مدنی دیروز پریروز آمدن به صورت نمادین دروازه شورا را بسته کردن، برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها هست. امیر حتی تا کنون نتانست حکومت وحدت ملی به صورت درست خیلی کوتاه برای یک دقیقه، این همه تمرکزگرایی برای زمینه سازی برای انتخابات آینده است از طرف تیم حاکم و ارگ. روند این وضعیت نه به نفع رئیس جمهور است و نه به نفع ریاست اجرایی، و به این نظر هستم که فعلا پالیسی های منفی ریاست جمهوری بر مردم برملا شده و ادامه این وضعیت به نفع به تیمشان هم نیست، به نفع کشور هم نیست و به نفع تیم مقابل هم نیست. و در نهایت من به این نظر هستم که به ایجاد یک شورای حداقل 50 نفری از نخبه های درجه یک کشور میتونن که حداقل به اوضاع کنونی بتونن امید واقع شود. این رئیس جمهوری از صلاحیت های قانونیش است، میتونه که برای خاطر رفع مشکل بتونه از یک شورای 50 نفری استفاده کنه. از آقایان عبدالمقدم امین استاد دانشگاه و سید نادرشاه بهروز به مجلس نمایندگان. و سپاسگزارم از همراهی شما بینندگان عزیز. خدا نگهدار.